یکی از پلاگین هایی که سر فیلم فوکوس خیلی استفاده شده بود این پلاگین اسلایس اکس محصول شرکت کورملت بود که شما توی سایت کورملت میتونید ببینید و پیداش بکنید. اسمش اسلایس اکس هست و قیمتش 99 دلاره. این پلاگین تصویر شما رو ترک میکنه. یعنی چی؟ به طور مثال شما مثلا اگر بخواید این اسکیت رو بگیرید و دنبالش بکنید توی تصویر، این پلاگین میتونه این کار رو برای شما انجام بده. به طور مثال ممکنه شما پیرن این آقا پسر رو بخواید انتخاب بکنید، ماسکش بکنید، ولی چون در حال حرکته خب ماسک شما تغییر میکنه یا ممکن اتفاقات مختلفی براش به وجود بیاد. این پلاگین اون تیکه از تصویر رو ترک میکنه. حالا الان با هم میبینیم یعنی چی این اتفاق. برای کسی که با تریکینگ آشنا نیست ممکن یه ذره گنگ باشه، الان من توضیح میدم خدمتتون. به طور مثال اینجا من یه تایتل دارم که بذارید من نشونتون بدم که تایتل من این اسکیتینگه. حالا من میخوام این تایتل از پشت این پسر رد بشه، نه اینجوری از جلوش. برای این کار من از خود این لایه اومدم یه دوپلیکیت گرفتم گذاشتمش این بالا. حالا من اگر بیام اینجا توی ماسک ها، توی خود همین فاینال کات، این چیزی که خود فاینال کات داره، درا ماسک رو روی این اضافه بکنم، این چیزی که توی درس های سری قبل با هم دیدیم، و اینجا بیام یه ماسک واسش بکشم خیلی شبیه همون چیزی که شما احتمالا توی فوتوشاپ هم باش آشنا هستین، مثلا یه همچین چیزی. حالتا من خیلی دارم با بیدقتی کامل این کار رو انجام میدم، ولی برای همین سیستم آموزش رو فکر کنم وقت تلف نکنم بهتر باشه. اینه که یعنی منظورم اینه که خیلی وقت نذارم روی حالا دونه به دونه اینا رو چیز کردم. اینجا حالا من مثلا این ماسک انتخاب کردم و اینجوری کردم. حالا من دو فریم برم جلوتر، شما همونطور که میبینید این جا میمونه. یعنی من برای اینکه بخوام این اتفاق رو انجام بدم بعد بیام این ماسک رو درست کنم، بیام توی این کنترل پوینت ها کی فریم بزنم، اینجا بیام از در جلوتر دوباره اینا رو انتخاب بکنم، بیارم این طرف دوباره کی فریم بزنم و حالا الاخر، بازم ممکنه بعد از کار خیلی زیاد اونقدر تمیز از در نیاد. حالا خود این اسلایس اکس میتونه این تیکه رو برای شما دنبال بکنه. اینجا یه چیزی داره به اسم شیپ ماسک لیر که شما اینو درک میکنین روی کلیپتون. این هم چیز عجیبیه که اولش خودش اضافه میکنه، این اصلا خود شما اینو جدی نگیرینش. اینجا چند تا کارکرد داره. یکیش این بالایی است که شما میتونید یه شکل اینطوری بکشید. در واقع الان تنها ماسک شما و تنها چیزی که دیده میشه وسط این دایره است. من اگه این لایه پایین رو خاموش بکنم شما میبینید من الان تنها چیزی که دارم این تیکه وسط هست و این ماسک وسطه. اما متاسفانه این که چیز گمراه کنندش اینه که درسته که این به این شکل یه شکل در واقع مربعی میکشه، ولی پایینی ها مثل پن فوتوشاپ هستن که شما میتونید یه چیزی اینجوری بکشی حالا و لبه هاش تیز باشه دقیقا مثل این شکلی که اینجا دیده میشه، یا یه چیزی که این شکلی، خب این خیلی بیشتر شبیه پن تول فوتوشاپه و لبه هاش به این شکل منحنی باشه و نرم باشه. تا اینجا با اون ماسک ما خیلی تفاوت نمی کنه. اما اگر من بیام اینجا بگم خب حالا من میخوام دور شلوار این آقا به سر اینجوری انتخاب بکنم و حالا به طور مثال وقتی این تیکر رو انتخاب کردم که شما میبینید میاد جداش میکنه، یه نکته خیلی مهمی اینجا یه شیپ سافتنس داره که من اینو کمش میکنم. این مثل همون کار فدر رو انجام میده، این لبه ها رو نرم میکنه. برای اینکه لبه های تیز توی تصویر برش ایجاد میکنه خیلی سریع میشه تشخیصشون داد. برای اینکه این اتفاق نیفته میاد لبه ها رو نرم میکنه، ولی خب اینجا خیلی زیاد بود اندازش. حالا اینجا شما با این دوتا آیکون میتونید بگید
ببین این تیکه تصویر رو تو بیا بگیر، ترک کن و دنبال کن، از اینجا رو به جلو این آیکونی که اینجا شما میبینید، یا از اینجا رو به عقب این آیکونی که اینجا میبینید. طبیعتا من از اینجا رو به جلو رو میخوام دنبال بکنم، چون اصلا تایتل هم هنوز اینجاست. من میام اینو میزنم و میاد برامش شروع میکنه به ترک کردن این تیکه، و خیلی راحت با کمترین تعداد کلیک، حالا من این اتفاق برام افتاد و خیلی به سادگی تونستم این کارو بکنم، تو خودش میاد اون تیکه تصویر رو میگیره و دنبال میکنه. یه چیز دیگه هم شما این بغل دارین که این کی فریم های شماست. این دوتا ربطی به همدیگه ندارن، این فقط برای ترکه این تیکه، یعنی گرفتن تصویر و دنبال کردنش رو این انجام میده. اما خود این شیپ اگه شما خواستید تو حین این اتفاق تغییرش بدید، رو از این طریق باید انجامش بدید. مثلا الان بذارید من یه ذره زوم بکنم روش بهتر مشخص بشه. الان شکل شلوار این آقا تغییر کرده و فرمش عوض شده. شما اطلاعات ترک رو الان دارید، یعنی نرم افزار میدونه که مسیری که این تصویر طی کرده چی بوده. حالا شما میخواید بگید آقا خود این شکل رو من الان میخوام تغییرش بدم. کی فریم هایی که شما دارید اینجا دیده میشن فقط مربوط به این شیپ میشن، به این نقطه ها، مثل ماسک شما. این به اطلاعات ترکینگ شما ربطی پیدا نمیکنه. برای اینکه بهتر مشخص بشه، من میتونم یه مثال البته خیلی جدیتر و خیلی چیزتر بزنم، ولی حالا اینجا من توضیح میدم، باز دوباره با هم میبینیم جلوتر. اینجا من اگر بیام این آیکون کوچولو رو بزنم، من میبره اولین کی فریمی که داشتم، اولین جایی که این شکل رو کشیدم. من اصلا میتونم بیام اینجا خود این شکل رو یه ذره تغییر بدم، مثلا اینا رو جابجا کنم. اینجا حالا کاری که دارم انجام میدم خیلی شبیه اون کاری که با خود دراماسک انجام دادیم، و من میتونم اینجا حتی پوینت هم اضافه بکنم، اینجا بیام پوینت اضافه بکنم. و چون میگم اطلاعات ترک، اطلاعات دنبال کردن تصویر به خود این شیپ ربطی پیدا نمیکنه، اونو به هم نمیزنه. حالا مثلا اینو بیارم اینجا، یه نقطه هم اینجا اضافه بکنم با کلیک کردن روش، و حالا اینجاها که دوباره یه تغییر خیلی جدی میکنه، یه ذره جلوتر اینو مثلا فرضاً بیارم اینجا، این یکیو انتخاب بکنم بیارم اینجا، یکی یکی، و خب تقریبا الان دیگه خوبه. و بنا به دلیل اینکه اون تایتل مام از پشتش رد شده، همونطور که شما میبینید دیگه راحت این کار کار خاصی نداره. حالا من میخوام اینجا دو تا کی فریم رو ببینم. یک کی فریم اینجا دارم که شکلم به این ترتیب هست، من بهش گفتم ببین اینجا این شکل، این شکلی اینجوریه، اینجا اینطوریه، یه خورده این سفیدی این وسط میزنه، البته تو این سرعت دیده نمیشه، ولی حالا این وسط مثلا تا ممکنه من بیام بگم اینم میخوام اینجوری باشم که یه ذره بازم تمیزتر بشه. خب حالا ما الان یه چیز خیلی ترتمیز و مرتب داریم با حداقل زمانی که صرف کردیم. همونطور که گفتم خدمتون، جزئیات این پلاگین خیلی زیاده، شما توی خود سایت کورملت کلی خودآموز داره که میتونید ببینید، ولی حالا کلیات چیزیه که اینجا ما با هم دیدیم. من در مورد کاربردش باز تو درس بعدی بیشتر صحبت میکنم. اینجا من حالا میتونم بیام این رو بزنم، خود این رو اصلا دیگه اصالت انتخاب در بیارم، تصویر لایه پایینی هم روشن کنم. حالا چون این روی تایتله، اتفاقی که میفته به این شکله، شما همونطور که میبینید این تایتل ما از زیر این آب سر رد میشه. البته من اینجا شاید با یه چند تا کی فریم زدن بتونم یه خورده هم بهترش بکنم. شاید اگر من بیام اینجا این فدر رو یه ذره زیاد بکنم، مثلا دو حد اکثر، این شیپ سافتنس شاید یه ذره بهترم بشه،
هرچند که تو این حرکت و تو این سرعت ممکنه اونقدر به چشم نیاد، اینجاها ممکنه خیلی الان ضایع باشه، که حالا من ممکن اینجا بخوام یه ذره اینو بکشم این برتر یه خودم این برتر که این زیاد روش نره. خب حالا میتونیم با هم ببینیم این تیکه رو. حتی این پلاگین سنگینی اونقدر راحت پلی نمیشه مخصوصا رو سیستم من، ولی یه همچین چیزی میشه. حالا شما باز از این سیستم ترکینگ استفاده های خیلی زیاد دیگه ای میتونید بکنید. اینی که شما میگم این تکنولوژی رو در واقع این پلاگین داره که یه تیکه از تصویر رو بگیره و اون رو دنبال بکنه. کارکردهای دیگه که داره ما تو درس بعدی با هم میبینیم.